در روزهای اخیر اقدامی بیرحمانه و شرم‌آور توسط مقامات ایرانی در تهران صورت گرفت. در تاریخ 10 فروردین یک شهروند بهائی متوفا، بهزاد مجیدی، بدون اطلاع خانواده و بدون مراعات آداب کفن و دفن بهائی توسط یکی از مأموران وزارت اطلاعات در گورستان خاوران به خاک سپرده شد، در محلی که دفن گروهی قربانیان اعدامهای دست جمعی تابستان 1367 بود. بهائیان ایران از قبرستانهای خود با نام گلستان جاوید یاد می کنند. آرامستان قبلی بهایان تهران یا گلستان جاوید تهران در محوطه زیبا به مساحت 80,000 متر مربع که قبل از انقلاب اسلامی ساخته شده بود، در سال 1358، یک سال بعد از انقلاب اسلامی، مصادره و غصب شد. و نیز بسیاری از آرامستان‌های بهایی در سراسر ایران در طی این 43-44 سال گذشته مصادره یا هتک حرمت شده اند. بعد از مصادره گلستان جاوید تهران، معاون شهرداری قطع زمین کوچک و بایری را در مجاورت محل گور دست جمعی خاوران در اختیار جامعه بهایی گذاشت. اکنون از بهاییان برای دفن مردگان خود در آرامستانی که متعلق به خودشان است هزینه های گزافی درخواست می شود و حتی آنان را به حبس و زندان نیز تهدید می کنند. این نمونه ای از جدیدترین شکل آزار و اذیتی است که به جامعه بهایی ایران وارد می شود و سوگواران را مورد هدف قرار می دهند، و این در حالی اتفاق می افتد که صدها خانواده در سراسر ایران در سوگ از دست دادن شمار زیادی از عزیزانشان به سر می برند. تلاش برای دریافت مبالغ گزاف از بهائیان داغدار برای استفاده از آرامستان متعلق به خودشان در تهران و دفن متوفای آنها در گور دست جمعی دهه 1367 تلاشی برای پاک کردن خاطره هزاران قربانی بیگناه و وارد کردن آسیب‌های بیشتر به جامعه ستمدیده بهائیان ایران است. پیکر بهزاد مجیدی روز 10 فروردین توسط وزارت اطلاعات مخفیانه و بدون اجرای مراسم آیینی بهائیان در گورستان دست جمعی خاوران به خاک سپرده شد و به این ترتیب خانواده را از فرصت حضور در مراسم دفن عزیزشان محروم ساخت. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: مگر پیکر بیجان چه تهدیدی برای حکومت ایران است که توجیهگر این ظلم بر بهائیان باشد که حتی بعد از آزار و سرکوب بیوقفه که در زندگی به آنها تحمیل می شود، پس از مرگشان نیز این بیرحمی و بیعدالتی ادامه دارد. بهائیان از انقلاب اسلامی تا به حال به طور سیستماتیک در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. کشتارها و اعدامهای برجسته ترین افراد از این جامعه، بازداشتهای خودسرانه، محکومیت به حبس با اتهامات بی اساس و دروغ،
محرومیت از تحصیل جوانان و جلوگیری از کسب و کار افراد جامعه، مصادره و تخریب خانه ها، مورد تهمت و افترا قرار گرفتن آنها از طریق نفرت پراکنی و نیز تخریب و هتک حرمت آرامستانهایشان که همه بخشی از کارزار حکومت برای نابودی جامعه بهایان ایران بوده است. خواهران و برادران عزیز، بهایان ایران به وطن خود عشق می‌ورزند، به یکتایی خداوند و یگانگی نوع انسان و اتحاد ادیان ایمان دارند. ترویج دوستی و ایجاد وحدت و یگانگی را از وظایف اخلاقی خودشان می دانند و علارغم تحمل ظلم و ستمهای شدید با هیچ فرد و مقامی خصومت و دشمنی ندارند. مرامشان صدق، راستی و درستکاری است. هدفشان خدمت به عالم انسانی و خدمت به هموطنانشان و کوشش در راه ترقی و سربلندی ایران عزیز است.